ولی در زمانهای پیامبر این حکایه میکنن، میگد یک فقیر آمد، آمد رنگ خانه قدرت الله برادر ما حجوری، آدم ها پور در گردی پیامبر شتگی، یک نگاه کرد جو نیافت که جو دا بشینه. میگد این مردک میگه آدمی آمدگی میگه آدمی میگه بسیار ثروتمند بود، خواست جو بیانه، بعد نگاه کرد بحر یک آدمی کمبغل، پلو یک آدمی کمبغل خالی هید، یکی لیواسوش بیاد چرکه مصد همه دریدگی و خیمی آدمی کمبغل، خیلی آدم کمتر میگه ارکگی کدو، همی آمد بری همی کمبغل در شیش دو همی تا دامنش رو میگه جمع کرد که پیامبر میگه دیدش، گفت ترسیدی که کمبغلیش سرایتت میکنن. که بسیار یک سخنی مثال وزنینی هسته، گفت ترسیدی که کمبغلیش در تو میگذره که میگه جاش خیست. گفت پیامبر نازنین، حقیقتا آن چیزی که شما میگین، گفت شما حق میگید، مقصد من دامن ما جمع کردم تا در لباس همین آدم آلوده نشود، لیکن به خاطر آن که اگر دل همین بنده رنجیده باشه نصفی مال ما دادمش، مرا ببخشد نصفی مال ما دادمش. میگه پیامبر گفت که چی میگوی در گپی برادرت؟ گفت پیامبر نازنین، اگر همه این مال شبتر من قبول ندارم، لیکن من همچون برادری مسلمان من این کسا بخشیدم تا من هم مالدار شم رنگ همین نشم است. من هم مالدار شم رنگ همین ای فقیرها یکی مثال پرهیز نکنم، راه گریز انتخاب نکنم. آلی جنابی همین صوفیانی ثوری بسیار یک گپی زیبا دارد، میگه اگر یک آدمی کمبغل بیچاره ریایا نکده، این اینجا تو آش خورده سید همی بیاو در فروه کرد بشنن شده روز که خورده میگیره، همی جا اگر تابت خیره شوه تو تکبری، تو کیبر داری پهلو در نشستگی آدمی کمبغل هم میگه باید که هیچ وقت چیشت مرحمت برادر عزیز آشد شوه، باید میگه با دلی صاف باشد، اگر که یک که دیدی که نفارید تابت نکشید میگه تو در وجود